درود رفقا، آرش آرت فروشان هستم با یه جلسه آواز دیگه. یه دو سه جلسه ای که داریم تو آواز سیر میکنیم. صداسازی چی شد؟ تموم شد دیگه، تمرین نکنیم؟ نه خیر، صداسازی رو باید تمرین کنید. بچه ها خیلی از دوستان میان چون گیتار از من یاد گرفتن، من گفتم هر جلسه یه هفته تا 10 روز تمرین، میان میگن صداسازی هم اینجوریه. نه بچه ها، صداسازی که من به شما دادم وارماپه، یعنی اینکه تردمیله، هر روز باید انجام بدیم. من خود من اگه یک روز وارماپ انجام ندم و بیام آواز بخونم، همتون میفهمین، میگن آره صداش گر نیست. و هیچ وقت نیاین تکنیکای خاص و خیلی خفن رو وقتی که وارماپ نکردین انجام بدین، چون خطرناکه واسه حنجرتون. من تا الان چندین جلسه براتون صداسازی گذاشتم، از اون حجاب بسته ها بگیریم بیاین تا این گگ گگ مم تموم، اینا تمرین صداسازی. اینم چه 20 دقیقه تمرین، یه ربع تمرین، کوچولو کوچولو کوچولو، آروم و خون سرد این کار رو انجام بدین، با تمرکز زیاد که درست انجام بدین و بیان برسین به حالا تمرین آواز. حالا مثلا تمرین آواز، میگه آرش مثلا تمرین جلسه ویبره رو من چند جلسه باید تمرین کنم؟ هر چقدر دلت خواست، هر موقع که فکری یاد گرفتی، هر موقع که به اون میزان ویبره دل خواهد رسیدی. مثلا من هنوز نرسیدم، من هنوز دارم ویبره تمرین میکنم، اون ویبره قشنگ خوشگله که مثلا گوگوش میزنه، حمید حامی میزنه، من هنوز به اون ویبره خوشگله نرسیدم، خواهم بازم تمرین کنم. هر جا که دلت میخواد، اینجوریه آواز. و مثلا تمرینه این شکلی، هر جا که اینا رو بلد شدی، مثلا این تمرینه یه اکتاف خوندن تو گام دو ماژور، من از یک دو شروع کردم، به یک دو دیگه رسیدم همونجور قبلش، یعنی از بیس اومدم به دو تریپل تر رسیدم، یه اکتاف بالاتر و دوباره از بالا شروع کردم رسیدم به پایین تر. اینو میخوایم این جلسه کار کنیم. اینا دیگه تمرینه، میگم دلخواهه که شما چقدر انجام که حتما بدین، ولی چقدر انجام بدین دلخواه. هر موقعی که احساس کردی میتونی بری مرحله بعد، کی میدونه؟ خودت میدونی. و هیچ، به نظر من هیچ داوری مثل خدا آدم نیستش و خودشو میتونه خیلی خوب قضاوت کنه، قاضی. خب بچه ها، اینو که بریم توضیح بدیم در موردش، بچه‌هایی که پیانو میزنن یا بچه‌هایی که ساز اصلا ندارن، بچه‌ها من یه اپلیکیشن گذاشتم، اپلیکیشن پیانو بود، باهاش یاد دادم چجوری تمرین کنید. امروز هم باز دوباره تمام این توضیحاتی که رو گیتار میدم رو پیانو هم جدا براتون توضیح میدم که اگه کسی ساز نداشت بتونه با پیانو بزنه، پیانو هم اگه نداشت طبق اون تمرینی که با پیانو میدم میتونه با اون اپلیکیشن پیانو انجام بده. بریم سراغ بقیه ویدیوها. بچه ها اول بیاین نوتاشو یاد بگیریم، بتونیم با گیتار راحت بزنیم این نوتا رو، بعد باهاش بخونیم. میخواییم از نوت دو سیم پنج فرت سه بریم تا نوت دو دوباره سیم دو فرت یک، ولی مسیرمون جیگه با نوتای کنار هم دونه دونه میریم جلو. حالا با پی میتونیم بزنیم، خیلی ساده است. حالا آیا ام نظرین بهتر درگیر آیا ام نشه، همه رو پی به سمت پایین جوری صورت آپایاندو راحت. میگم سیم پنج فرت سه، بعد سیم چار آزاد، دوباره سیم پنج فرت سه. پس نوت اولمون همش تکرار میشه دوباره، یعنی بگم دوره دو، بچینیم اسمش هم بگیم که یاد بگیریم، دوره دو. بعد بگیم ره سیم آزاد، می سیم آزاد چهار با سیم چهار فرت دو، ره می ره ره می ره. پس شد دوره دو ره می ره. حالا می خود می هی داریم میریم جلو، میریم بچه ها شیفت داره میشه، سیم چهار فرت دو با نوت بغلیش فا، می فا می. پس از اول میرم دوباره دوره دوره می ره می فا می. حالا میخوایم از فا بریم شیفت شد جلوتر، فا سیم چهار فرت سه، سول سیم سه آزاد و دوباره فا، فا سول فا. از اول حالا میرم دوره دو ره می ره می فا می فا سول فا. حالا سول سیم سه آزاد، لا سیم سه فرت دو و دوباره آزاد سول، سول لا سول. حالا برم از اول میام دوره دوره می ره می فا می فا سول فا سولا سول. حالا لا سیم سه فرت دو، سیم دو آزاد سی، نوت سیه و دوباره لا، یعنی لا سی لا لا سی لا. حالا از اول میرم دوباره دوره دوره می ره می فا می فا سول فا سولا سول لا سی لا.
و آخرین حرکت سیم دو آزاد سی و دو، سیم دو فرت یک و دوباره سی، سیم دو آزاد سی دو سی. به اینجا میرسیم، از اینجا میزنن. دوره دوره میره می فا می فا سول فا سولا سول لا سی لا سی دو سی. حالا میخوام اکتاو رو برگردم، میگم دو سی لا سول فا می ره دو. بچه‌ای که گیتار خوب بلدن میتونن مثل من ریتم بگیرن، یعنی رومبا بگیرن بزنن، هر حرکت رو با یه ریتم بزنن. مثلا اون حرکت دوره دوره دو اینو بگن آها، با ها بگن، با لا بگن، با همون دوره دو ساده دوره دو بگن، هرچی دلشون خواست ریتم بزنن. بچه هایی که ریتم بلد نیستن مبتدیان فقط آکوردا رو بگیرن. آکوردامون چیه؟ اولش میگه روی ستای اول، ستا ستاست بچه ها دیگه، ستا ستا میره جلو. ستای اول دو ماژور، ستای بعدی رمینور، دوباره دو ماژور، دوباره رمینور، دوباره دو ماژور، بعد این دفعه فا ماژور، سول ماژور. این یا این فرقی نداره، میدونی که دوتا یکی هم. و دوباره از اول روی این برگشته که من نوت زدم شما میتونید فقط یه دو ماژور نگه دارین، میگین این از گیتارش بچه ها. حالا بریم با پیانو یاد بدم بهتون. رفقا این یه اکتاوه، از این دو تا این دو، میخوایم اینجا تا اینجا حرکت کنیم. خب حالا شروع میکنم. بچه ها این سفیدا با این مشکی هیچ کاری نداریم، این میشه دو ره دو، قشنگ دو ره دو. اوکی میریم جلوتر، ره می ره می فا می دیگه. بچه ها تون تون میزنم و چون با گیتار گفتم دیگه، دوباره فا سول فا سولا سول لا سی لا سی دو سی. بعد میگیم دو سی لا سول فا می ره دو. حالا آکوردامون چه شکلی رو پیانو؟ اینم خیلی ساده است بچه ها، نگاه کنید، یک سه پنج، همونی که تو آکورد سازی توی بخش آهنگ سازی هم بهتون یاد دادم، حتما ببینید به درتون میخوره اونا. میگیم دو، قشنگ دو می سول میشه دو ماژور. روی اولی میگیم لا لا لا، بعد میگم ره مینور، دقیقا بغلشه، بغلش ره مینوره، لا لا لا، برمیگرم میام عقب، دوباره دو ماژور بود دیگه، لا لا لا، دوباره میام جلو، دوباره من میگم عقب، این دفعه میام فا ماژور اینجاست، نوت فا رو پیداش میکنم، یک سه پنج بذارم بغل هم دیگه، سول ماژور بغلشه. دیدین چقدر ساده بود؟ این سول ماژور بغل فا ماژوره، جاهاشو حفظ کنین بچه ها نسبت به این کلاویای دو سه. بعدم برمیگردم دو ماژور، پس دو ره ره مینور دو ماژور ره مینور، یادتون موند؟ یه بار دیگه هم دوباره دو ماژور رو داره و ره مینور رو داره. حالا به ترتیب بخوام بگیرم، دوباره که دو ماژور رو گرفتم میخوام برم فا ماژور، میگیم یک دو سه چهار تا میام جلوتر، این فا ماژور سول ماژور بغلشه جی، و دوباره برمیگردم روی دو ماژور. روی پیانو هم بچه‌ها بسیار ساده است، از دو هم شروع می‌کنیم دیگه، یه دونه یه دونه شیفت میشه، دوباره بعد می‌زنیم میایم بالا دیگه، خیلی ساده است دیگه بچه‌ها، تا اینجا برمیگردیم. دمتون گرم، حسابی تمرین کنید تا جلسه آینده.